آشوراء، آشوراء این روز دهم ماه الله ماه محرم است و این روز بزرگ از روزهای الله سبحانه و تعالی است. در این روز الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام و قومش را نجات داده فرعون و قومش را غرق کنند. پس موسی علیه السلام به شکر این روز را روزه گرفت. پس از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز این روز را روزه گرفتند. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، قوم را دیدند که این روز را روزه میگیرند، یعنی روز عاشورا را روزه میگرفتند و گفتند که این روز روزی بزرگ است که الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام را نجات داده آل فرعون را غرق کرد. پس موسی علیه السلام با شکرانه این نعمت این روز را روزه گرفت. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من به موسی از شما دیده اولاتر هستم. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم این روز را روزه گرفتند و دیگران را نیز به روزه‌داری امر کردند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و به پیامبر صلی الله علیه و سلم برای روزه روز عاشورا چهار حالت بود. حالت اول، پیامبر صلی الله علیه و سلم این روز را در مکه روزه می گرفتند و دیگر مردمان را به روزه این روز امر نمی کردند. از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت در زمان جاهلیت قریشی ها روز عاشورا را روزه می گرفتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز این روز را روزه می گرفتند. حالت دوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه آمدند یهودی ها را دیدند که این روز را بزرگ دانسته روزه می گرفتند و آنچه در این روز دوست می داشتند به آن موافق بودند و امر به مخالفت آنها نمی کردند. این روز را روزه داشتند و مردم را نیز به روزه‌داری امر کردند، حتی که کودکانشان با آنها بازی می کردند. حالت سوم، وقتی که روزه ماه رمضان فرض گردید، پیامبر صلی الله علیه و سلم در روزه داشتن روز عاشورا اختیار گذاشتند. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد فرض گردیدن روزه ماه رمضان چنین گفتند: البته روز عاشورا روز از روزهای الله است. پس کسی خواهد این روز را روزه بگیرد و کسی خواهد آن را ترک بکند. حدیث با روایت امام مسلم. حالت چهارم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال آخر عمرشان نیت کردند که روز نهم و دهم را همراه روزه بگیرند تا در روزه‌داری این روز به اهل کتاب مخالفت ورزند. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز عاشورا را روزه گرفتند و دیگران را امر به روزه این روز کردند، صحابگان گفتند ای رسول الله، این روزی است که آن را یهود و نصارا بزرگ می‌دانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند انشاءالله اگر به سال دیگر برسیم روز نهم را روزه میگیریم. میگویند که به سال آینده نرسیده پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند. حدیث با روایت امام مسلم. و روزه روز عاشورا فضل بزرگ دارد که کفارت گناه یک سال گذشته می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه روز عاشورا در نزد پروردگار سبب کفارت گناه یک سال گذشته است. حدیث با روایت امام مسلم. و آن شخصی که روز عاشورا را روزه می گیرد نائل این اجر و ثواب بزرگ می گردد و کسی که روز نهم این ماه را روزه می گیرد اجر و ثواب او بزرگتر می گردد.